دست در دست هم دهیم، به مهر میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن. به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض درود و سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه یکایک شما ایرانیان دلیر آزاده، آزادگان دلاور ایرانی، بینندگان و شنوندگان گرامی رادیو و تلویزیون میهن در هر گوشه ای از این جهان پهناور که هستید. باری یاران و گرامیان، آنچنان که آگاه هستید، در محضر شما خوبان و نازنینان تاریخ میخوانیم و نگاه افکنده ایم به عرض میشود که تاریخ صدر اسلام عزیز. آنجاییم که از تاریخ نامه طبری احوالاتی که بر حسین ابن علی رفته است با هم خواندیم که ایشان در پی بیعت نکردن با یزید ابن معاویه به مکه گریخت. بله، به مکه گریخت به همراه عبدالله ابن زبیر و در اونجا آگاه شد از اون که علی‌الظاهر کوفیان هوای او دارند. نامه ها به دستش رسید از بزرگان و ریش سفیدان کوفه که آقا بیا ما تو رو میخواییم. و عبدالله ابن عباس، اون پیر خردمند که از دوستداران علی و آل علی بود، او را نصیحت کرد که ای جان ام، بیگدار به آب نزن، هر آینه کسی را از قبل خود روانه کن تا او اوضاع احوال را برای تو گزارش کند. آن حضرت هم مسلم ابن عقیل را فرستاد به کوفه، اما هر آینه ناشکیبا بود حضرتش برای به دست گرفتن قدرت. در نتیجه انتظار نمی کشد تا خبری از مسلم برای او برسد. به محض اینکه چهار تا نامه به دستش می رسه که آقا پاشو بیا، او هم جواب می کند که اینک آمدم. اما از اون سوی و بالاخره در اون شهر کوفه شایع می شود که نماینده حسین آمده اینجا داره بیعت می گیره. خب مراتب به اطلاع یزید می رسه. ایشون هم حاکم کوفه نعمان ابن بشیر را از سمت خود معزول کرده و حکم حکومت کوفه را عرض می شود که به نام عبیدالله ابن زیاد می زند که لیاقت خودش رو پیش از این اثبات کرده بود در نزد خلفای اموی. و عبیدالله ابن زیاد هم یک نسقی از بصریان می گیرد در آغاز کار. از اون سوی هم وارد کوفه شده، با خفت نعمان ابن بشیر را از دارالحکومه بیرون می کند و فردا روز هانی ابن عروه که مسلم ابن عقیل را پناه داده بود، او را هم بازداشت می کند، را عقیل را هم دستگیر می کند. و بشنویم و بخوانیم با هم ادامه ماجرا را از زبان محمد ابن جریر طبری. بله، در قسمت دوم هم می کوشم تا بیتی چند شاهنامه برای شما خوبان بخوانم تا روحمان پر شود از هیمنه ابیات استاد توس. باری طبری میگوید عبدالله او را با هانی باز داشت، یعنی مسلم ابن عقیل و هانی، این دوتا دست بسته آوردن خدمت آقای عبیدالله ابن زیاد. عبیدالله او را با هانی باز داشت. پس خلقی، خوب دقت بفرمایید، اینا همه شیعت حسینن دیگه. بله،
از خلقی گرد آمدند بر در سرای مقدار 50,000 مرد. نه 5,000 مرد که بودن آقا، مورخ داره گزارش 50,000 مرد جنگی، کوفیان همه مرد جنگ بودند. 50,000 مرد آمدن دارالحکومه رو چون نگین انگشتر در محاصره گرفتن که ببینن چه بلا بر سر هانی و مسلم ابن عقیل خواهد آمد. خیلی 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 عذر میخوام، بی نهایت عذر میخوام، اما این 50,000 مرد هر آینه اگر آب دهانی پرت میکردن که این دارالحکومه رو آب میبرد. 50,000 مرد آمدن تماشا، چرا هیچ کاری نکردند؟ تو ببینیم چه رفته. پس خلقی گرد آمدند بر در سرای مقدار 50,000 مرد از بحر هانی و مسلم. عبیدالله بفرمود تا مسلم را و هانی را بر بام کوشک بردند و سر هر دو را ببریدند و سوی آن مردمان انداختند. چه دل و جربزهی داشته این آقای عبیدالله. حالا عرض می شود که ما در ضرب المثل‌های خود می گوییم ترس برادر مرگ است. این آقا نترسیده، راستی را آن که عبیدالله ابن زیاد ترس به دل راه نداده، توجه نکرده که این 50,000 مرد اگر شمشیر بکشن من و نگهبانام که حریف همه اینا نمیشیم، شمشیرم نکشن، عرض کردم با دست حول میدادن درو دره میشکست، کاری نداره که 50,000 مرد جنگی بر فرض بفرمایید حالا 1,000 تا هم نگهبان داشته باشه اون قصر نمیتونن فائق بشن. آیا حکایتی هست در این زمینه؟ حالا اگر به طنز یا به جد بنده نمیدانم، اما انقدر هست که میگه یه کاروانی بلند شدن از یه شهری رفتن مثلا بازرگانی برن یه شهر دیگه، یه کاروان بزرگ فرض بفرمایید 100 نفره، بعد در راه دزدان و قطاع و طریقان این کاروان رو لخت میکنن. اینا هم بنده های خدا مال باخته دست از پا دراستر بر میگردن به شهرشون رو، هر کس جوی احوال اینا میشه میگه آخه چطور شد چی شد، گاره یه دوز زد دیگه، دوز زد نامرد لختمون کرد. گفت خب چند تا بودن؟ گفت 10 تا بودن آقا. شما که 100 تا بودین چطور حریف اون 10 تا نبودی؟ گفت برای اینکه اون 10 تا همراه بودند، متحد بودند، ما 100 تا 100 نفر منفرد و مجزا بودیم. در واقع این مثل قدرت اتحاد رو میخواد به ما نشون بده که 10 نفر وقتی پشت به پشت هم بدند، عرض میشود که هر تا بر یک عدد بزرگ برتری میابند. استاد سخن سعدی میفرماید پشه چو پر شد بزند پیل را با همه تندی و صلابت که اوست، مورچگان را چو فتد اتفاق شیر ژیان را بدرانند پوست. در واقع همه اینها رو ما در این توبره فرهنگی خود داریم چون نیک بنگریم، گوش به دهکاری نداشتیم، گوش بدهکار نداشتیم هرگز. جانا از این گوش شنیدیم، از این یکی در کردیم، اندیشه نکردیم. اگه هم خونده باشیم، حالا بسیاری از ما که نخوندیم که هیچ، اون که هیچ کاری هم بیست علاهده، اما اون قلیلی از ما هم که خونده باشیم، خوندیم که صرفا لذتی برده باشیم از عرض می شود که زیبایی و هنر اون حکایت، اون نویسنده، اون شاعر، اون گوینده، به فهوای کلام و به پیامش آنچنان که بایست و شایست نپرداخته ایم هرگز،
نیندیشیدیم هرگز که اگر چنین بود در دام آخوند و ملا هرگز نمی افتادیم. آقا مردم ایران که قربونتون برم در سال 57 کمبود اسلام که نداشتن که قربان، بی مسجد که نمونده بودن که، بی آخوند نمونده بودن که، مگه کمبود اسلام داشت کسی در سال 57؟ اما هر آینه وقتی ایرج میرزا در 100 سال پیش برگشت گفت در ایران تا بود ملا و مفتی به روز بدتر از این هم بیفتی، نشنیدین. صد و ده سال پیش، 120 سال پیش ایرج میرزا اینو گفته. از آن نترس که خانم تو را خطاب کند، از آن بترس که همشیره ات خطاب کند. در باب حجاب، در باب این دغلبازی این دین فروشان، حالا این از 100 سال پیش تا 1000 سال پیش، تا استاد ما زیان کسان از پی سود خیش بجویند و دیدند در آرند پیش. تو گویی امروز ما رو توصیف کرده، همه چیمون رو زورکی کرده این آخوند، اختیار جان و مال و ناموس رو دست گرفته. تا کی؟ چقدر بدهکاریم ما به اینها؟ آخه به راستی چقدر ما به اینها بدهکاریم؟ بابا این آدم یک بار زندگی بیشتر نمی کنه. چقدر بدهی به اینها داشته باشیم؟ پس ما کی قراره طعم آزادی و از اون بالاتر میخوام عرض کنم آزادگی رو بچشیم؟ چند تا جان داریم؟ چند بار قراره زندگی کنیم؟ چند بار قراره بمیریم؟ مرگ یک بار، شیون یک بار. حالا من به جای 50 سال اگه 150 سالم عمر کنم میخوام چه کار کنم این عمر رو؟ باری از مطلب دور نیفتیم، از اینجا بودیم که 50,000 نفر آمده، این آقا با شجاعت تمام سر این 2 نفر رو بریده، پرت کرده تو دامن این 50,000 نفر. این 50,000 نفر هم جیک نزدن که سهل است، همه دمها رو بر کلشون گذاشتن گریختن. عجب ارادتمندانی بودن، عجب بیعت کنندگانی بودن. اینا میخوان برای حسین بجنگن یا اینا میخوان حسین بیاد براشون بجنگه؟ کدوم هاست؟ امروز بعد از 1400 سال ما میفهمیم. عبیدالله بفرمود تا مسلم را و هانی را بر بام کوشک بردند و سر هر دو را ببریدند و سویان مردمان انداختند. آن خلق برمیدند، برمیدند، همه حال فرار، پا به فرار گذاشتند. مگه اینو از بحر هانی و مسلم نیامده بودن؟ مگه اینا همونایی نبودن که نامه نوشتن به امام حسین آقا پاشو بیا پیشوایی ما رو بر عهده بگیر؟ اینجوری میخوان در رکاب حضرت شمشیر بزنن؟ اینجوری میخوان براش جان فشانی کنن؟ چرا حاضر نشدن دو تن از یارانش رو از چنگال این ظالم شداد خونریز جباری که رفته بر بام کوچ و میخواد سر این دوتا رو ببره نجات بدن؟ سهل است حالا که سرباری، چرا نرفتن انتقام بگیرن اون کوچ رو بر سر عبیدالله زیاد و کسانش خراب کنن؟ به جاش همه از دم برمیدند، دستشون درد نکنه واقعا. آفرین. و این به ماه ذی‌الحجه بود به سال 60 از هجرت، یعنی آخرهای سال 60 هجری. و همان روز حسین ابن علی، حالا اینجا رو گوش کنید، همان روز، یعنی همون روزی که هانی و مسلم رو عبیدالله در کوفه سر بریده،
همان روز حسین ابن علی از مکه برفت با همه اهل بیت خیش از بهر آن نامه مهتران کوفه و ندانست که به کوفه چه افتاده است، صبر نکردیشون. اونقدر این سودای قدرت در سر ایشان جوش میزد که پایاب و شکیب از دست داد و شتابان میخواست خودش رو به کوفه برسونه، بر مسند قدرت بنشینه، سپاه جمع کنه، بره با یزید بجنگه. این برنامه ایشون بوده دیگه. حالا بازم میخونیم. اما اون چه که مشخص و هویداست اینه، با یزید بیعت نکرده. خب باش، تا اینجاش قبول. اما از اینجا به بعدی که حالا به هوای نامه‌ای که کوفیان براش نوشتن میخواد بلند چه بره زعامت و ریاست اونها رو به عهده بگیره و لشکر بکشه به جنگ یزید، دیگه اینجا میشه قیام علیه حکومت وقت. دیگه حالا اینجا حکومت وقت که امیر المؤمنین هست و تمام جزیرت العرب که سهل است جامعه اسلامی با او بیعت کردن، حالا اگه او بخواد این شورش رو خاموش کنه و لشکر بفرسته در مقابل اینها، توجیه داره at least به قول این فرنگی ها. حالا میشه فهمید چرا این کارو میکنه. اما ایشون سیاست مدارانه عمل نکرد. راستی را این است، طبق نصیحت عبدالله ابن عباس که گفت آقا صبر کن، خبر کسی که میفرسی و بفرست کوفه، طرف برات خبردارت کنی که آقا بیا یا نیا. هنوز هیچ نامه ای از مسلم به دست امام حسین نرسیده بود، هنوز این مسلم ابن عقیل هیچ گزارشی ارسال نکرده بود به حضرت امام حسین که آقا اوضاع امنه ناامنه، چند نفر بیعت کردن، چند نفر نکردن، چجوری بیا، شب بیا، روز بیا، مخفیانه بیا، نه در ظاهر بیا، هیچ خبری نبود، هیچ پلنی نداشت حضرت جز این که هرچه سریعتر خودشو برسونه به کوفه شمشیر برداره. و سر همین شد که جان از دست داد. حال خواهیم خوند نرفته بود اسلام آبیاری کنه، این پتک آبیاری اسلامی که آخوند رافضی 1400 ساله بر سر ما داره میکوبه از بنیان دروغه. چه اسلامی رفته آبیاری کنه؟ به اسلام چه رفتی داشته این موضوع؟ باری اجازه فرمایید تا بخونیم ادامه رو. آنگاه حسین از مکه برفت و هر که او را دید، حالا ببینید، هر که او را دید گفت مشو و بر مردمان کوفه ایمن مباش. خود اون مردمان کوفه هم که ثابت گردن چقدر قابل اعتمادن، هر که ایشون رو دیده گفت آقا نرو، قربونت برم نرو، اینا آدم های قابل اعتبار و قابل اعتمادی نیستن. چهار تا نامه به دستت رسیده، دلخوش به این نامه ها نباش. کجا میخوای بری؟ و هر که او را دید گفت مشو و بر مردمان کوفه ایمن مباش. و عبدالله ابن عباس سوی او آمد، این بار پیرمرد از هازنان که چشمش هم نمیدید آمده پیشه به سر عموش حسین و گفت یا پسرم. چقدر دلش سوخته برای حسین، چقدر دل سوز اینها بوده، همین نصایح خردمندانه رو به پدر حضرت هم کرده بود و ایشون هم گوشش بده کار نبود، ایشون هم فرزند اوشون گوشش بده کار نبود. باز ببینید این دم آخر عبدالله ابن عباس برای بار دوم چه گفته وقتی خبردار شده که حسین را افتاده میخواد بره. گفت یا پسرم از مکه و حرم خدای عز و جل مرو.
و عبدالله ابن زبیر امیر بود و بیعت آشکارا کرده بود و همی خواست که حسین برود تا شهر او را صافی شود. هر چقدر این دوستداران حضرت بهش میگفتن نرو، عبدالله ابن زبیر که مرد سیاست مدار و حیله‌گری نیز بود، بیشتر ایشون رو ترغیب و تشویق میکرد که آقا برو، والا من اگر این فدایانی مثل فدایان تو داشتم دو دقیقه هم اینجا وای نمیستادم، همه از ساعه میرفتم. آقا این همه برات نامه دادم، قربون صدقت رفتم، فدایت شبم برات نوشتن، برو دیگه اینجا وایسادی چه کنی؟ او دلش میخواسته که حسین زودتر بره تا شهر او را صافی شود، یعنی هر کی که اونجا مونده با عبدالله ابن زبیر بیعت کنه، دیگه حسین نباشه که مثلا فرض بفرمید او پسر پیغمبر اینجاست من برم با عبدالله بیعت کنم، دو به شک نشه کسی. بنابراین دوستداران حضرت او رو از این سفر منع میکردن، رقباش تشویقش میکردن که میدون مکه رو خالی کنه و بره. و عبدالله ابن عباس گفت ای پسر ام، به گفتار کوفیان غره مشو که دانی با پدر و برادرت چه کردند. اگر البته بروی این زنان و کودکان را مبر تا نخست بدانی که کار چگونه بود، و اگر کوفیان هوای تو خواستندی آن خلیفت یزید که به شهران در نشسته است بیرون کردندی، و همی ترسم که تو را بکشند و این کودکان تو به تو نگذارند. حسین فرمان نکرد و برفت با همه اهل بیت خیش و با وی 40 سوار بود. بفرمان دیگه از این زیباتر و شیرین تر نمیشد ایشون رو نصیحت کنی که آقا جان اول از همه که نرو، بی خودی دلخوش نباش به این نامه ای کوفیان، حالا میخوای بری بابا این زن و بچه ها رو باید بخبری چی به خودت میبری. امروز میشه فهمید چرا، برای اینکه ایشون پیروزی خودش و به تخت نشستنش در کوفه رو 100% میدونست، ذرت المثقال شک نداشت که کوفه تسلیم اوست، وگرنه نمی با این کار نمی کرد. آقا هیچ آدم عاقلی نمی کنه، نه که ایشون نمی کرد، هیچ آدم عاقلی نمی کنه. کودکان خردسال، زنان حرم، اینا رو برای چی برداشتی بردی؟ جز این که خیالت راحت بوده، مطمئن بودی مشکلی سر را نخواهد بود، مشکلی ندارم، خیلی راحت از مکه بلند میشیم، بعد از چند روز میرسیم به کوفه، اونجا هم با سلام و صلوات دروازه شهر رو به روی ما باز میکنن، شهر رو به ما تسلیم میکنن، فدایان ما میان ما رو بر دوش میگیرن و به تخت حکومت کوفه مینشونن. از فرد پس فرداشم شروع میکنیم سپاه جمع کردن و یا علی از تو مدرد بریم با یزید بجنگیم که به قول قوه الهی خلیفه کل جهان اسلام بشیم. این برنامه حضرت بوده، این تفکرش بوده، این پیش بینیش بوده، به جز این که فکر نمی کرد. تنها اشتباه بزرگ ایشون این بود که عرض کردیم چند بار ایشون صبر نکرد، بردباری و شکیبایی پیشه نکرد تا خبر مسلم ابن عقیل بهش بیاد، از همه جا بی خبر از هول حلیم داره میفته تو دیگ. این نصیحت خردمندانه ابن عباس رو هم چنان که طبری میگوید، میگه حسین فرمان نکرد، یعنی حسین گوشش بده کار نبود، رفت با همه اهل بیت خیش و 40 سوار با او بود، یعنی کل مردان نظامی و شمشیر زن، حالا به نوعی به تعبیری که با حضرت بودن 40 سوار بوده.
و به این ترتیب از مکه ایشون خارج شد. باری یاران اجازه بفرمایید تا این تاریخ را از میشود که در اینجا وانهیم و بازگردیم به کتاب بزرگ و سترگ شاهنامه خودمان، کتاب ما، کتاب همیشگی ما، کتاب جاودانه ما، شاهنامه استاد طوس. و عرض می شود که داستان رستم و اسفندیار را با هم می خوانیم. در عرض می شود که پایان کار هفت خان هستیم، هفت خان اسفندیار، و دیدیم با هم که اسفندیار با ترفند اینکه در لباس مبدل در هیئت یک بازرگان، عرض می شود که 160 از تن از دلیران رو در صندوق ها پنهان کرد و به همراه 20 تن دیگر که به عنوان ساربان بر سر شترها نهاده بود، در واقع با یه چیزی حدود 200 نفر سواران زبده خودش، در هیئت بازرگانان وارد شهر شدند. وارد شهر شده و به دیدار ارجاس می روند و اجازه اتراق می گیرند و می گویند که ما اومدیم اینجا کسب و کار و تجارت کنیم. خب عرض می شود که اجازه بدهید تا ادامه مقال را با هم بخوانیم از زبان استاد طوس که می فرماید: بفرمود پس تا سرای فراخ، به دژدر یکی کلبه در پیش کاخ. یعنی ارجاسپ دستور داد که همین بغل کاخ هم یه آلاچیقی درست کنید، کلبه‌ای درست کنید و کار بازرگان در اونجا شروع به داد و ستد کنه. به روی این دژاندر مرو را دهند، همه بارش از دشت بر سر نهند. دستور داد کاروان وارد شه. حالا اینجا یک حکایت بسیار شیرین و جالبی اتفاق می افتد. دستور داد که برید بارای این کاروان رو خالی کنید و بیارید داخل شهر. بفرمود پس تا سرای فراخ، به دژدر یکی کلبه در پیش کاخ. به رو این دژاندر مرو را دهند، همه بارش از دشت بر سر نهند. بسازد در آن کلبه بازارگاه، بدارد همو را هم در پناه. برفتند نوکرهای ارجاسپ، برفتند صندوق ها را به پشت، همون صندوق هایی که دلاوران ایرانی توش بودن، اینا رو گذاشتن رو پشتشون خودشون. در واقع ما به عنوان خوانندگان از این ماجرا آگاه هستیم، اون بیچاره ها که آگاه نبودن، اونا خیال میکردن صندوق مال و تجاره رو دارن با داخل شهر میکنن، اما از اونجا که بسیار سنگین بوده، خب کوفتگی و آزردگی جسمانی هم براشون طبیعیه. حالا یک سوال و جواب اینجا میشه که بسیار شیرینه. استاد میفرماید: برفتند و صندوق ها را به پشت، کشیدند و ماهار اشتر به مشت. ماهار همون مهار است، به ضرورت وضع تبدیل به ماهار شده، یعنی صندوق ها به پشت و شترها را هم داشتن می آوردن. برفتند صندوق ها را به پشت، کشیدند و ماهار اشتر به مشت. یکی مرد بخرد بپرسید و گفت که صندوق را چیست اندر نهفت. کشنده، نه کشنده، این کشنده است، کسی که داشته بارکشی میکرده. کشنده بدو گفت: ما هوش خیش نهادیم ناچار بر دوش خیش. هوش، بارا عرض کردم در شاهنامه یک معنای هوش به معنای مرگ است. هوش به معنای مرگ است. در داستان رستم و سهراب می‌بینیم: اگر هوش تو زیر دست من است، سهراب به رستم میگه، اگر هوش تو زیر دست من است، به فرمان یزدان بیازم دو دست. هوش به معنی مرگ است. و وقتی از اون بارکش شخصی سوال میکنه: آقا چیه تو این صندوق اینقدر سنگین، کمرت داره میشکنه زیر این بار؟
میگه والا چه عرض کنم، تو گویی مرگ خودم رو دارم حمل میکنم و این درست بوده. سخنی که عرض میشود اون بارکش گفته در واقع بدون اینکه خودش آگاه باشه حرف درستی بوده، برای اینکه دلاوران ایرانی رو داشتن حمل میکردن. کشنده بدو گفت ما هوش خیش نهادیم ناچار بر دوش خیش. بله، یکی کلبه ای ساخت اسفند یار، بیا راست همچون گلن در بهار. زهر سو فراوان خریدار ساخت، زهر سو فراوان خریدار خواست، بدان کلبه بر تیز بازار خواست. ببودان شب و بامدادان پگاه، به ایوان درون شد به نزدیک شاه. اون شب که گذشت، فردا صبحش دوباره اسفندیار رفت خدمت عجاز. ز دینار و مشک و ز پوشش سه تخت، همی برد پیش اندرون نیکبخت. بیامد ببوسید روی زمین، برفجاس برخاند چند آفرین. چنین گفت این بار و این کاروان، همی رانده ام تیز با ساروان. بدو اندرون یار و افسر است، که شاه سرفراز را در خور است. بگوید به گنجور تا خواسته، ببیند همه کلبه آراسته. اگر هیچ شایسته بیند به گنج، بیارد همان را ندارم به رنج. پذیرفتن از شهریار زمین، ز بازارگان پوزش و آفرین. قربانت گردم، منت بر سرم بذار. آمچیه قربان، من افسر و یاره و طوق و گوشوار بسیار دارم، دلم میخواد آدم بفرستی بیاد به کلبه من، هر چی که میپسندن لایق خاک پای حضرت عالی باشه، سوا کن جدا کن بردار و ببر تقدیم کنم. در واقع داره به طور کامل اعتماد ارجاسب رو به خودش جذب میکنه با این طرح هدیه ها. شما فقط انقدر منت به سرم بذار که بپذیری که من این هدیه رو دارم به شما ارزانی میکنم. بخندید ارجاس، بنواختش گران مای ترجایگه ساختش. چه نامی بدو گفت خراد نام، جهانگرد و بازاری و شادکام. به خراد گفت ای سرازاد مرد، به رنجی دگر گرد پوزش مگرد. اسمت چیه؟ اسمم خراده، اسم ساخته از خود جلی. حالا آقای خراد، تو خیلی زحمت کشیدی، چرا که چرا عذرخواهی میکنی؟ نه باری کلا، مرسی، آفرین. به خراد گفت ای سرازاد مرد، به رنجی دگر گرد پوزش مگرد. ز درمان نباید تو را بازخواست، به نزد مرا یا گهی که تباس. به پاداش این عرض می شود که هدیه های شاینده و ارزندهی که تو به پای من ریختی و به من دادی، منم به دربون میگم که تو هر وقت خواستی بیای پیش من دیگه تو رو حالا بازخواست نکنه، به معنای حالا امروزی، تعبیر امروزی، بازدید بدنیت نکنه. بیا هر موقع دلت میخواد بیا پیش من، هر موقع دوست داری بیا پیش من، تو دیگه همیشه اذن دخول داری، بیا. از آن پس بپرسیدش از رنج راه، از ایران و از شاه و کار سپاه. خب حالا تو خراد آمدی از ایران برای ما اینجا جنس و بساط آوردی، بگو ببینم خبری از ایران بود؟ چه خبر از شاه، از سپاهیان؟ هیچ احتمالاً به گوشت خورده که مثلا شاه ایران حواس لشکرکشی به این ورا داشته باشه؟ چه اوز خبر و احوال؟ چنین داد پاسخ که من ماه پنج کشیدم به راه اندرون درد و رنج. آقا من پنج ماه تو راه بودم، هرچی میخوای بپرس،
هر اینفورمیشنی داشته باشن در اختیارت قرار میدن. بدو گفت، یعنی حالا ارجاس به اسفندیار، بدو گفت که از کار اسفندیار به ایران خبر چیست و از گرگسار؟ چنین داد پاسخ که ای نیک خوی، سخن ران زو هر کسی بار زوی. یکی گفت اسفندیار از پدر، پرازار گشته بپیچید سر. دیگر گفت کو از ره هفت خان، سوی رزم ارجاسب آمد دوان. که رزم آزماید به توران زمین، بخواهد به مردی ز ارجاسب کین. از این قصه، از این در هر سخنی من به گوشم خورده، روایت ها جور و جوره. بعضی ها من شنیدم میگن که اسفندیار با باباش آبش به یک جو نرفته و در نهایت از پدرش جدا شده رفته به کار خودش. بعضی ها میگن نه 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 اینجور نیست، خیلی هم درسته کارشون، اسفندیار رفته انتقام بگیره از ارجاسب، از مسیر هفخان، من خبر دارم از مسیر هفخان رفته. بخندی در جسب و گفت این سخن، نگوید جهان دید مرد کهن. اگر کرکس آوید سوی هفت خان، مرا اهرمن خان و مردم مخان. اگه از هفت خان میخواد بیاد که خیالم راحته، صد جان داشته باشه یکیشو به در نمیبره. بنابراین در واقع به نوعی خیال ارجاسمم راحت شده که خب پس انگار همه چیز امن امانه. چو بشنید جنگی، یعنی اسفندیار، زمین بوسه داد، بیامد زیوان ارجاسب شاد. در کلبه نامور باز کرد، زداد و ستد دژ پرآواز کرد. همی بود چندی خرید و فروخت، همی چشم هر کس بر او می بدوخت. ز دینارگان یک درم نستدی، همی این بر آن آن بر این برزدی. چو خورشید تابان ز گنبد بگشت، خریدار بازار وی درگذشت. در واقع چند روزی به داد و ستد و بازرگانی مشغول میشه تا اینکه در یک روز، چو خورشید تابان ز گنبد بگشت، خریدار بازار وی درگذشت. دو خواهرش رفتند از ایوان به کوی، غریوان و بر کتف ها بر سبوی. دو تا خواهر اسفندیار که به اسارت آورده شده بودن، حالا اینجا به عرض می شود که کنیزی افتادند، شاهزادگان ایرانی، بانوان سرای گشتاسپی، کوزه آب بردوش دارن از چا آب میکشن تو بازار دارن میان. دو خواهرش رفتند از ایوان به کوی، غریبان و بر کتفا بر سبوی. به نزدیک اسفندیار آمدند، درید دل و خاکسار آمدند. چو اسفندیارون شگفتی بدید، درخ کرد از خواهران ناپدید. نمیخواست خواهرش بشناسنش، خودش رو در واقع چهرش رو پوشوند. شد از کار ایشان دلش پر ز بیم، بپوشید رخ با آستین گلیم. چهرش رو پوشوند. برفتند هر دو به نزدیک اوی، ز دیده نهاده به رخ بر دو جوی. به خواهش گرفتند بیچارگان از آن مایه ور مرد بازارگان. که روز و شبان بر تو فرخنده باد، همه مهتران پیش تو بنده باد. از ایران ز گشتسب و اسفندیار، چه آگاهیت ای گوه نامدار؟ بدینسان دو دخت یکی پادشاه،
اسیریم در دست ناپارسا، برهنه سر و پای و دوش آب کش، پدر شادمان روز و شب خفته خش. این سر وضعمونه، این حکایتمونه. باورت میشه آقای بازرگان ما دو دختر شاه ایران باشیم این وضع حالمونه؟ برهنه سر و پای و دوش آب کش، پدر شادمان روز و شب خفته خش. برهنه دوان بر سر انجمن، خنک آن که پوشد تنش را کفن. کاش مرده بودیم این وضعمون نبود. پیداست که عرض می شود که این بانوان رو بسیار تحقیر و تخفیف کرده بودند تورانیان، که دارن میگن که کاش مرده بودیم و چنین روزهایی رو نمی دیدیم که ما رو برهنه در میان انجمن بدوانند. برهنه دوان بر سر انجمن، خنک آن که پوشد تنش را کفن. بگریم چونین به خونین سرشک، تو باشی بدین درد ما را پزشک. کمکمون میکنی آقا؟ خبری داری از ایران؟ حالا ما اسفندیار هم در نظر بگیرید، برادر و وصف حال خواهرانش رو داره رو در رو از زبان خود خواهران میبینه و میشنوه. این در دل او چه آتشی برپا میشه. بدین سان دو دخت یکی پادشاه، اسیریم در دست ناپارسا، برهنه سر و پای و دوش آب کش، پدر شادمان روز و شب خفته خش. بگریم چونین به خونین سرشک، تو باشی بدین درد ما را پزشک. گر آگاهی از شاه و از شهر ما، بر این بوم تریاق شد زهر ما. اگر خبری به ما بدید و گویی پادزهر، همه این مصیبت ها را عرض می شود که در واقع به ما داده ای. بله یاران، عرض می شود که متوجه شدم که وقت ما عرض می کنم که رو به اتمام است. بنابراین اجازه بفرمایید تا خواندن و دنبال کردن این حکایت را به جلسه آینده موکول کنیم. در انتها با سپاس از این که چون همیشه مهر کردید و وقت گذاشتید و به پای این برنامه نشستید و با آرزوی تندرستی و شادمانی و سربلندی برای یکایک شما خوبان و به امید بوسه زدن بر جبین بلند آزادی در فردای میهن، همه شما نیکان و نازنینان را به ایزد منان می سپارم. تا دیداری دیگر، درود و دوصد بدرود و پاینده ایران.